سلام، بسیار خوش اومدین به کانال اسکلاب. دوستان عزیز، امروز قراره که با هم یه دونه انترو یا همون تیزر که مخصوص کانال خودمون و مخصوص با لوگوی خودمون باشه رو بسازیم. خب موادی که ما لازم داریم میتونیم از داخل یوتیوب و سایت های مختلف اونا رو پیدا کنیم. فقط کافیه که یوتیوبتون رو باز کنین و در این قسمت سرچش بنویسین Optical Flare. دوستان عزیز، اینجا شما میتونین اون فایل های مورد نیاز رو پیدا کنین و شما اگر این قسمت یه فری هم اضافه کنین، اون فایلایی که فری هستن میاد و شما میتونین اونا رو دانلود و استفاده کنین. و چیز دیگه که هست، میتونین شما دوستان عزیز از قسمت فیلتر، روی قسمت فیلتر کلیک کنین و بعد این کریتیو کامنتس روی این کلیک کنین و الان شما میتونین این ویدیو ها رو بدون نگرانی از کپی رایت استفاده کنین. چرا؟ چون که اینا کسایی هستن که اجازه دادن از ویدیوهاشون استفاده بشه. خب فایل دومی که نیاز هست، شما باید بازم میتونن از داخل همین یوتیوب پیدا کنین، گلدن پارتیکل هست و این فایل رو هم میتونن از داخل یوتیوب و از قسمت فیلترز همون کریتیو کامنتس رو کلیک کنن و از این قسمت با خیال راحت ویدیوهایی که مشکل کپی رایت ندارن رو دانلود کنن و در پروژهتون استفاده کنن. فایل بعدی فایل Particle Transition Overlay هست. این هم میتونن دوستان از داخل یوتیوب و به همون ترتیب و از ویدیوهایی که Creative Comments هستن در پروژهتون استفاده کنن. از قسمت فیلتر میتونن فیلترش کنن و یکی از اینا رو دانلود و استفاده کنن. و فایل دیگه که ما نیاز داریم در این پروژه Golden Texture هست که اینا میتونن از داخل گوگل و یا از سایتایی که فوتوهای رایگان در اختیار ما میذاره دانلود و استفاده کنن. یه گولد تکسچر هم لازم داریم. خب دوستان، دیگه میتونیم بریم برای ساخت انترو. پریمیرمون رو باز میکنیم دوستان عزیز. خب دوستان، اولین کاری که میکنیم یک نام، یک پروژه جدید ایجاد میکنیم و یک نام براش انتخاب میکنیم که من انترو یک رو انتخاب میکنم. و اینجا شما میتونید دوستان عزیز از قسمت فایل نیو یه دونه سیکونس برای خودتون بسازن. داخل فایل برین نیو و سیکونس. خب دوستان عزیز، الان باید فایلامونو داخل قسمت پروژکت امپورت کنیم.
کافیه اینجا دبل کلیک کنین و فایل مورد نظر را جایی که سیف کردین، من داخل دسکتاپ گذاشتم و شما میتونین فایلاتون رو امپورت کنین داخل پریمیر. خب دوستان، من فکر کنم یه دونه فایل دیگه هم هست که لوگویه، باید اونم لوگو را هم فرا بخونم. خب اینم از فایلا. الان شروع میکنیم برای ساخت تیزرم. اولین فایلی که شما نیاز دارین بیارین اینجا همین فایل تکسچر گولد تکسچر، و یه مقدار زوم میکنیم که این بهتر دیده بشه. و از این قسمت دوستان میتونن تکست انتخاب کنن و اینجا تکستتون رو بنویسن، نام خودتون، نام برندتون، نام کانالتون، بستگی به خودتون داره که چی میخواین اینجا بنویسن. من اسکیل اپ نام کانال خودم رو مینویسم و شما میتونن دوستان عزیز باز از قسمت ویندو و از قسمت Essential Graphics این تکستونو ادیت کنن. اول انتخابش کنن، بعد برین توی قسمت ادیت و از اینجا میتونن ادیتش کنن. میتونن سایزش رو کم و بزرگ و کوچک کنن از این قسمت. از این قسمت هم میتونن که پوزیشنش رو انتخاب کنن و در این قسمت هم فونتشو. شما میتونین فونت دلخواهتون و چیزی که خودتون دوست دارین انتخاب کنین، هر فونتی که دوست داشتین. و من به خاطر اینکه اینجا فقط صرف به خاطر آموزش هست، یه فونتی رو همینجوری فعلا انتخاب میکنم. فکر کنم این یکی خوبه. آره، من با همین فعلا اوکی ام. خب اینو میبندیم، اینم بذار یکم جمع جورترش کنم. خب دوستان الان میبینن که فونت ما، تکست ما روی چی هست؟ روی تکسچرمون هست. و الان باید اینو بهش موشنی بدیم که چی؟ تکسچر فقط داخل از داخل این تکسمون دیده بشه. خب برای این فقط کافی توی قسمت افکت بنویسین track mat. توی این قسمت سرچش فقط بنویسین که track و اون متش خودش میاد. track mat کی؟ اینو از این قسمت بگیرین و راهاش کنین روی قسمت روی تکسچرتون، روی تکسچر رهاش کنن و بعد از قسمت در پنجره ایدیتینگ و افکت کنترلز، از قسمت افکت کنترلز بعد اون قسمت ترک مت کی چی رو روی ویدیوی دو انتخاب کنن و کلیک کنن. خب الان نوبت ترانزیشن. شما میتونین ترانزیشن مخصوص و یا چیزی که خودتون دوست دارین رو انتخاب کنین و در ویدیوهاتون استفاده کنین. این ترانزیشن 4ه. دوستان من قصد دارم ترانزیشن 1 و 4 رو در این
ویدیو استفاده کنم. خب اول یک و بعد چهار. اول ترانزیشنمون رو انتخاب میکنیم و بعد اونو. و دوستان قبل از این که ترانزیشن رو اینجا اد کنن، یادتون باشه دوستان اینو نستش کنن، این دوتا رو اول نست کنن بعد ترانزیشن رو اضافه کنن. یه اسم بهش بدن، هر اسم دوست داشتن، و اینو نستش کنن بعد ترانزیشن رو روش اضافه کنن. خب دوستان اینو اول به اندازه اسکرینتون سایزش رو طوری تنظیم کنن که تمام اسکرین رو بگیره. یه قسمت از قسمت ترانزیشن که اسمش هست اونم اومده که اینو باید کاتش کنیم و اینو لازم نداریم توی تیزرمون. اینجا انتخابش میکنیم و کاتش. الان فکر کنم بهتر شد. یکم زوم اوت میکنیم که این بهتر دیده بشه. چون به خاطر اینکه الان تکستمون پیدا باشه، معلوم بشه، بریم توی قسمت افکت کنترلز و از قسمت اپوسیتی اینجا روی اینو روی اسکرین بذارن. و الان تکستمون دیده میشه. خب دوستان اگر قرار باشه که اینو یکم بهش یه افکت بدیم که زوم این و زوم اوت بشه، اینجا کافیه که اسکیل بهش اسکیل بدیم. خب در ابتدا اسکیلش همین مثلا همین مقداری که هست باشه یا مقداری بهش اضافه میکنیم، فرض میکنیم که 120 باشه. یکم یه چند ثانیه ای جلوتر دوباره بهش یک کی فریم میدیم و در اون قسمت اینو کوچیکش میکنیم دیگه. این بستگی بازم به ذوق و سلیقه خودتون داره که چه مقدار میخواین باشه. من بهش 10 دادم و در اینجا اینو دوباره میتونیم زوم اوتش کنیم و یا بهش 100 بدیم یا حتی بیشتر از اون. دیگه بازم بستگی به خودتون داره. خب سب کن اینجا یک کی فریم دیگه بهش بدیم. الان زوم این و زوم اوت. شما میتونید به این سیستم به تکستتون موشن بدین، به تکستتون افکت بدین. خب برمیگردیم روی سیکونس.
الان نوبت پورتیکالس است. و البته میشه که مثلا دفعه اول این قسمت دوم یه ترانزیشن دیگه هم بهش بدیم. اگر شما با هم یه ترانزیشن اوکی بودین که هیچ، اگر نه میتونین بهش ترانزیشن بدین، و یا اینه کم از این قسمت بیشترش کنیم که زمانشو الان کم فکر کنم یکم زمانش بیشتر بشه. آره الان حدودا نزدیک 5 ثانیه است. خب اگر اینو بزرگترش کنیم مقدار زیادتری از چی رو میگیره. بذار من اینو کنترل زدش کنم که برگرده سر همون جای اولش. خب دوستان الان من میخوام ترانزیشن 4 رو هم بیارم. میریم توی قسمت ترانزیشن 4، این ترانزیشن رو میخوام، به نظرم 3 بود. آره این ترانزیشن 4 رو خب یه ذره بکنم میتونم عقب‌تر برم. اوکی شد. اندازه تکسمون رو با اون هم اندازش میکنیم. این هم از ترانزیشن قسمت دوم. این هم به همون ترتیب میتونین اپوسیتیش رو بذارین روی اسکرین که تکس دیده بشه. خب الان میتونیم این پورتیکالز رو بیاریم. از این نقطه فکر کنم خوبه تا اینجا که حدودا یه 5-6 ثانیه فکر کنم اینجا کفایت میکنه. زیاده کم همه اندازه تکسمون میکنیم. خب دوستان اینم میذاریمش روی اسکرین که تکسا دیده بشه. خب اینم میذاریم روی فریم سایز. الان فکر کنم خوبه.
بیشتر میخوام این یکم بیشتر باشه زمانش، نزدیکای 6 ثانیه کمی بیشتر، چون زمانش کم بود. توی این قسمت ها فکر کنم الان باید اینجاها لوگومون اضافه کنیم. دوستان قبل از اینکه لوگو رو اضافه کنیم، این قسمت رو تکس رو کات میزنیم که دیگه ما نیاز به تکس نداریم. در این قسمت ما میتونیم به جای تکس از لوگو استفاده کنیم. و اینا سایزشون ختمشون رو با هم برابر میکنیم و این قسمت تکس رو دیگه نیاز نداریم، اینو میتونیم از اینجا دلیتش کنیم یا برداریم. و بعد به لوگومون اسکیل بدیم سایزشو. الان این مقدار زیاده، شست فکر کنم خوبه. آره، اول اسکلشو کم میکنیم، روی 5 میذاریم و بعد میاریمش روی 60. دوستان زوم این و زوم اوت تکسمون به نظرم یکم مشکل داره و بهتره که زمانی که وقتی لوگوی ما زوم این میشه، قبل از اون تکسمون زوم اوت بشه و یه شکل بهتری پیدا میکنه. خب میریم کیفریم تکسا رو تغییر میدیم. خب توی این قسمت اول این زیاد بشه، مثلا برسه روی 150. توی این قسمت ها قبل از اینکه لوگو شروع کنه به اومدن، این باید بره روی حدودا 0.2 کوچک بشه، یه زوم این و زوم اوت و آده این دیگه بر نگرده، تموم بشه، ختم بشه. الان اینجا این زوم اصلا ناپدید میشه، تکس باید ناپدید بشه، بعد از اون بر به جاش لوگو بیاد. دقت کنن دوستان، اینجا زوم این از این قسمت تکس میره و کلن ناپدید میشه و از اون ور لوگو برمیگرده، شکل لوگو. دوستان من از ساوندهایی که داخل همین کلیپ ها بودن استفاده کردم. شما میتونین ساوند رو به صورت دلخواه چیزی که دوست دارین انتخاب کنین. دوستان کافیه فقط اینا رو با هم نستشون کنیم و یه اسم براش انتخاب کنیم به عنوان مثال تکست تو و اوکی کنیم و یه دفعه دیگه میبینین. دوستان الان تیزرمون درست شد،
و الان اینم دلیت کنیم که دیگه نیازی به این نیست و بعدم یه خروجی بگیریم ازش، اکسپورتش کنیم. خب دوستان از این قسمت میتونیم اینو روی 1080 بذاریم HD اینم شما هر جا که دوست داشتین بذارین هر ستاشون، ولی من از قسمت اینا رو میذارم روی 16. اینا رو من روی 16 میذارم چون که میخوام باز از این در ویدیو شورت استفاده کنم و اینجا رو میتونین انتایر سیکونس بگیرن و اکسپورتش کن. و از این قسمت هم دوستان میتونن بهش نام و آدرس بدن که کجا سیف بشه. من انترو فاینال اسمشو میذارم و توی دسکتاپ سیفش بکن. از این قسمت توی دکمه اکسپورت و تمام. خب ازن میریم برای چک کردنش که ببینیم. خب این هم دوستان از اینطوری که با هم ساختیم. ممنون و تشکر که تا آخر این برنامه همراهیم کردین. دوستان عزیز لایک و سابسکرایب بسیار خوشحالم میکنه. یک جهان سپاس. شب روزتون خوش و خدا نگهدار.